به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون. ما با توجه به این که تو شهرستان بودیم، اون موقع به حال تو محلات بازی میکردیم. دقیقا یادمه که مسابقاتی رو هم برای محلات میذاشتن که ما چند بارم به حال بازی میکردیم، به عنوان قهرمان محلات اینا شناخته شدیم. بعد نهایتا اونجا ما رو دیدن و یکی از مربیان عزیز که ما خیلی هم دوستش داریم، آقای جبار فخاری بودن، گفتن که شما بیایید تو تیم برا فوتبال ما توی باشگاه شهداد زنجان اون موقع. بعد یه سال ما اونجا بودیم. بعد آقای انگورانی مربی تیم پرسپولیس زنجان بود که از ما خواستن، ما رفتیم تیم پرسپولیس زنجان و تا سال 67 هم تو تیم پرسپولیس زنجان بازی کردیم و نهایتاً اون موقع تیم ها منتخب بودن دیگه. ما تو لیگ دو گوتس بودیم که نهایتاً تیم زنجان و ایلام به لیگ گوتس یک صعود کردن و ما از اون بعد دیگه فوتبال رو کنار گذاشتیم. زنجان پرسپولیسی؟ نه بابا، پرسپولیسی نیستیم ولی تو پرسپولیس بازی کردیم. به هر حال داور به نظر من، همه داورا به هر حال چجوری بگم، اون موقع که بازیکن بودن خب یه علاقه به یکی از تیم‌های بزرگ مملکت داشتن، یه نباید آدم دروغ بگه، ولی تو داوری هیچ موقع من این شرایط رو نداشتم که بگم مثلا این پرسپولیس، این استقلال. شما اگه نگاه بکنید بعضی موقع میگفتن اسپانیان استقلالیه، بعضی ها میگفتن پرسپولیسی. یعنی طوری رفتار نکردیم که خدای نکرده ما نشون بده که مثلا ما با کدوم تیمی هستیم. قبلش استقلالیون یا پرسپولیسی؟ میگم که یه زمان که بازی میکردیم خب پرسپولیس با طرفدار پرسپولیس بودیم، ولی تو داوری اصلا من خودم اجازه نمیدم. حتی الان تو خونه ما خب بالاخره پرسپولیسی هستن، استقلالی هستن، ولی اینا هم اگه یه موقعی بیان داور بشن 100% میگه وجدان یگانه محکمه ایست که احتیاج به قاضی نداره. پیش اومده بود که پیشنهاد رشوه ای چیزی برای تغییر نتیجه بازی؟ آخه یه بار یه داوری میگفت به من نمیتونم پیشنهاد بدن، من مثلا یه جوری رفتار کردم که نمیتونم به من پیشنهاد بدن. انشالله که این واقعیت داشته باشه. ولی خب به من بله پیشنهاد شده بود. من یه بازی همین صعود و نزول لیگ یک به لیگ برتر به لیگ یک بود که من دقیقا یادمه ما خونه عوض کرده بودیم، تازه از ویلای رفته بودیم آپارتمان. بعد اونجا دست شده اونجا ما دیدیم یه در خونه ما زده شد. خانمم گفت ببین کیه در. من از اون پنجره نگاه کردم، اون یه تاکسی، یه ماشین شاسی بلندم وایساده از این سیار. بعد ما رفتیم در رو وا کردیم، دیدیم بله تاکسیه. با ترکی گفتش که آقای اسماعیل بلار سن ننشله اول، اینا با شما کار دارن. گفتن چی هن اینا؟ گفت نمیدونم. من گفتن اسپانیانی میشناسی؟ منم گفتم بله خونهشون میشناسم، آوردمشون اینجا. بعد اومدن گفتم آقا بفهمید، همون دم در گفتن که آقا اسپانیانی این بازیش، ما میخوام شما به ما کمک کنید. گفتم چی من چه کمکی میتونم بکنید؟ گفتن که آقا بالاخره ما یه پیشنهادی هم به شما داریم، 100 میلیون. اون موقع سال 82 بود فکر کنم یا 83 بود، دقیقا یادم نیست. 100 میلیون به شما میدیم، 100 میلیون هم بعد بازی به شما میدیم، بعد 15 روز هم اون بر آب با خانواده در خدمت شما هستیم. من هی منم اصلا دارم میلرزم، یه خدایا این چه وضعشه. بعد من گفتم آقا من نمیتونم این کار رو بکنم. اصلا من گفت بابا آقا اسپانیا ول کن اینا رو، همه چی هی نگو اینا رو، ما بالاخره اینا اتفاق افتاده فلان به ما. من گفتم والا اتفاق افتاده باشه از دست ما کاری بر نمیاد. گفتش که
هی اینا اصرار میکردن ما این کار میکردیم، بالاخره هی آخر سر من دیدم بابا خانم از اینجا داد میزنی، مثلا فریدون کجایی پس تو نمیای بالا؟ گفتم الان میام، بذار این آقایون رو را بندازیم. آخر سر یه چکی به ما دادن، گفتم باشه بده دیگه چکی، تو نمیرفتن که وایساده بودن. منم واقعا ترسیدم، یه جورایی هم اصلا یه جورایی بودن مشکی پوشیده بودن، ماشین مشکی، خودشون مشکی. گفتم خب حالا چه که بدید، چه که ما گرفتیم. و همون ساعت من اومدم زنگ زدم به آقا قیاسی، گفتم که آقای قیاسی اینجوریه و من این بازی رو دیگه قضاوت نمی کنم. گفت یعنی چی؟ شما باید این بازی رو قضاوت. گفتم من نمی کنم فلان. بعد گفتن که پس شما بیا تهران، هماهنگ میکنیم که یکی دیگه بالاخره جای شما. هرسن قبول نمیکرد، خیلی صحبت کرد. من رفتم اون شبم هتل نرفتم، رفتم خونه آقای عسکری، اینا حسین عسکری با هم بودیم و اینجا صحبت کردیم. با آقای قیاسی هم گفتیم من قضاوت نمیکنم. گفت فردا پس تو بیا استادیوم، بعد دیگه یکی دیگه میاد قضاوت میکنه. آقا فردا ما با حسین عسکری و آقای قیاسی رفتیم تو استادیوم. بعد به آقای قیاسی هم اون موقع من دقیقا یادمه، بعضی موقع میگفت ما دوتا داور معرفی میکنیم، معلوم نیست کدوم قضاوت کنه، نمیده پلان کنه. بالاخره ما رفتیم، به جای ما یکی دیگه قضاوت کرد و اون اتفاقی که نباید میفتاد افتاد. یعنی یه پنالتی گرفته شد که اصلا پنالتی نبود و به هر حال اون تیمی که بایستی میومد بالا میومد بالا. و حتی یه تلفنی هم به ما داده بودن، رایتل بود، نمیدونم شمارش چی بود اون موقع، همچین چیزی. ما اونو دادیم به رئیس کمیته داوران، گفتیم که آقا قیاسی بودن، گفتیم که اینو پیگیری کنید فلان کنید. دیگه ما کاری نداشتیم واقعا دیگه، بعد اون دیگه نگفتیم چی شد چی نشد. تو خارج از کشورم ما مثلا یه بار همچین اتفاقی برای ما افتاد. من اون موقع بازی عراق با تاجیکستان بود، عراقی‌ها اعتراض کردن، گفتن چرا داور ایرانی گذاشتید برای بازی ما. منم ناراحت شدم، من داورم دیگه، من درست ایرانیم ولی اینجا دیگه جنگی نیست، بنابراین شما دوتا تیم میخواییم بازی کنید بین تاجیکستان و در واقع عراق، مقدماتی جام ملت‌های آسیا بود تو تاجیکستان. به هر حال ما ناظر فدراسیون، ناظر داوری گفت آقا اسمانه میل خودته، اینا اعتراض کردن، خودت میخوای قضاوت کن میخوای قضاوت کن. گفتم ببخشید آقا، شما منو گذاشتی تو این بازی، من باید این بازی رو قضاوت کنم، من اگه قضاوت نکنم واقعا برای خودم خیلی بده. بعد نشون بدیم که ما ایرانی ها اینجوری نیستیم که مثلا درست ما با اینا 8 سال تو جنگ بودیم فلان بودیم، ولی دلیل بر این نمیشه که ما بیایم حق کسی رو ضایع بکنیم. به هر حال بازی شروع شد و عراق یه پنالتی گرفت از تاجیکستان، یکیش جلو افتاد. دقایق پایانی دقیقه 90 تموم شد و 3 دقیقه وقت تلف شده، ما گفته بودیم تو اون دقیقه گل زدن عراقی‌ها، گل زدن یکی شد. بازی بعدی اینا نمیدونم با کجا بود، حدودن عمان بود با کجا بود یادم نیست، یه داور گذاشتن از یه کشور دیگه. آقا اون بازی که تموم شد میگفتن بابا اصفهانیان رو بذارید بازی ما، عراقیان میگفتن ها، میگفتن اصفهانیان رو بذارید بازی. این که داورا مثلا اینجوری کردن، نل کردن، بل کردن. منم گفتم دیگه من برای عراق قضاوت نمی کنم. یه مصاحبه از آقای عبدالله سلیمانی بود که حالا گفته بودن که شما انگار رفته بودید اصفهان برای یه کار شخصی، بعد بهش گفتید آقا من اصفهانم، نظارت این بازی رو بزن، من میخوام برم. که آقای سلیمانی به شما گفتن ما لیست رو چیدیم، یعنی داورا و ناظرا مشخص شده، دیگه نمیشه ناظرا عوض کرد، شما اگه دوست داری برو مثلا نامحسوس بازی رو ببین، اگه موردی بود به ما بگو. که مثلا یه روز بعد یا مثلا دو روز بعد انگار ابلاغیه نظارت شما رو میارن براش امضا کنه که بدون که خودش خبر داشته باشه. ببین من خدمت شما، ضمن احترام با آقای سلیمانی، آقای یدالله سلیمانی اولا تو اون جایگاهی نبودن که به من بگن شما چیکار کن چیکار نکن. چرا؟ خب بودم من مسئول بودم دیگه، خب من میگفتم آقا اینو من میتونست بگی نه فلان، ولی همچین اتفاقی هیچ نیفتاده. من خودم حتی شما نگاه بکنید، من توی
بعضی موقع مثلا توی شهر بودم خودم رفتم همون چجوری بگم بدون کسی خبر داشته باشه ناظر بوده، منم رفتم خودم بازی رو ببینم. هیچ اشکالی نه، نه اینکه بگم آقا من اینجام به من نظارت بدیده، کی به من نظارت بده؟ وقت خودم رئیسم، مثلا یکی میخواد به من نظارت بده من بنویس دیگه می‌نویس. اصلا همچین چیزی وجود نداشته. حالا هرکی هم گفته به نظر من خواسته یه چی بگم ما رو خراب کنه یا فلان کنه، اصلا همچین چیزی وجود نداشته و این کارم من نمی کنم. ایش موقع من حتی بوده کلاس ببخشید بازی بوده تو یه شهری، من خودم جلسه شوراهای استان بوده، شوراهای شهر بوده، مثلا من رفتم اونجا اون بازی رو هم نگاه کردم، ولی اینکه به من ابلاغ بزنم فلان بکنم حتی من لیگ سه رو مثلا بعضی موقع تو چالوس میرم، توی نوشهر میرم، لیگ دو رو بعضی موقع توی اونجا بازی هست، بدون اینکه مثلا حتی میتونید شما بپرسید از سعید بخشیزاده اومده مثلا یه بار ناظر بوده من رفتم اونجا، یا تو رش رفتم با آقای فلاح رفتیم نشستیم باز ناظر دیگه بوده نشستیم نگاه کردیم. من اصلا علاقه دارم که بتونم کمک کنم به الان مثلا همین بازی که توی شمال اتفاق افتاده، مثلا یه صحنه برای من فرستادن، من به داورش زنگ زدم مثلا فقط ارتباط پیدا کردم باش، گفتم که این اشتباهی که باعث شده تو اینجا اشتباه بکنی مثلا این دلیل بوده فلان بوده، خودتو مثلا درست کن فلان کن برای آینده. به حال این وظیفه ماست، برای ما هم این کارو کردن. من حتی خودم قضاوت میکردم به دوستان میگفتم که من میرم تو زمین، شما آنچه که از من میبینید مثلا حالا اون نقاط مثبت و یا نقاط ضعف منو برای من چیکار بکنید اینا رو بگید. مثلا این برای حالا چه برسه که آدم مسئول باشه و میتونه بره نگاه بکنه، ولی این که بگه آقا برای من ابلاغ بیست من توی شهرم، نه همچین چیزی نبوده و نخواهدم بود. بزرگترین جنجالی و داستانی هم که پیش اومد در مورد جایگزینی علی اصغر مومنی به جای امیر عرب براقی بود که گفتن آره یه داور 34 ساله رو جایگزین آره 28 ساله کرده، که این وسط یه چکی هم رد و بدل شده و یه درست. معامله زمینی درست. بوده و این داستان هم درست. در مورد این میگید خیلی هم داستان درست کرده و هیچ وقت هم مشخص نشد که قضیه چیه؟ مشخص شد. اگه اینو بگم آخر، اولا که این موضوع توی فدراسیون فوتبال دست آقای چی بود اسمش داده بودن که بررسی بشه، فغانپور به عنوان حالا اونجا مسئول این موضوع بود. آخه چک رو مثلا من داده بودم چکو، اون به من نداده بود که. من میخواستم اونجا یه زمین بخرم، ایشون به عنوان اینکه اونجا بنگاه دارن، بنگاه زمین و مسائل مثلا، بعد من گفتم که آقا من میخوام اینجا یه زمین بخرم، خب به کی مثلا اعتماد میکردم؟ فقط اونو میشناختم اونجا. بعد گفت آقا اسپانیا ما میتونیم مثلا با توجه به اینکه کار ماست ما بزنیم. بعد بگفتید شما 100 میلیون به من بدید. من گفتم 100 میلیون به تو بدم من فردا چی؟ تو مثلا ورداری بری من از کی بگیرم؟ از کی بگیرم من 100 میلیون به حساب شما بریزم؟ گفتم شما یه چک به من بدید 100 میلیون که من اگه این پولو دادم به شما اون 100 میلیون رو بتونم چیکار کنم؟ فردا تو گرفتی ندادی، من اون 100 میلیون رو ببرم تو بانک چی کنم دیگه در واقع بگیرم. گفت باشه. من 100 میلیون 50 تا 50 میلیون ریختم به حساب ایشون، ایشون هم یه چک 100 میلیونی به من داد. من اونم خودم نگه نداشتم، دادم به آقای احمدی که تو دپارتمان داوری کار میکرد، که اونم تو جریان مخفیانه همچین چیزی ما انجام ندادیم. بعد که اینا زمینو خریدن فلان کردن و ما اومدیم زمینو صاحب شدیم، چکشونو برگردونیم دادیم بهشون. این اومد توی برنامه شبکه سه اینا گفته شد و فلان، هی آقای میساقی میگو آقای اسپانی هم بیاد. من مگه به تو باید جواب بدم؟ ضمن احترام آقای میساقی برای چی من بیام تو خط مثلا بگم اینجوری شده اونجوری شده؟
الان هم چون این تمام شده میخوام خدمت شما عرض کنم که به هر حال آقای فگانپور آخر سر از طرف خود ایشون تو سایت فدراسیون فوتبال نوشته شد که این مشکلی نبوده، درست بوده، فلان بوده، بهمان بوده، قانونی انجام شده بوده. یعنی این که چجوری بگم، من خودم پول دادم، وقتی خودم پول دادم خدا شاهد آقای احمدی تو جریانه، اون که اونجا الانش هم هست تو دپارتمان داور. ولی چرا این بعد از رفتن من اومد بیرون آدم ناراحت کننده است؟ مثلا بعد اینکه من رفتم این چکه رو آوردن گفتن آقا 100 میلیون آقای فلانی به اسوانیان ده. بابا اینو قبلا داد بود، من 100 میلیون ریخته بودم به حسابشون. اینا رو ما آوردیم، پرونده رو آوردیم دادیم به آقای فغانپور، اینا بررسی کردن کمیته اخلاق و فلان فلان، نهایتا به این نتیجه رسیدن که آقا ما پول خودمون رو نمیتونیم، پول دیگران رو. دلیل جابجایی این دو تا داور رو بگید، دلیلش. دلیل جابجایی. ببینید کمیته داوران یه بار ما همین کار رو در رابطه با تهران انجام دادیم. آقای ایلدروم رو میشناسید؟ ایلدروم 34 سالش بود. آقای حجتی اردبیل 30 سالش بود، 29 سالش بود. دقیقاً حضور ذهن ندارم. شاید هم 28 سالش بود. ما گفتیم اگه ایلدروم امسال نره تو لیست دیگه سوخته، میسوزه، دیگه نمیتونه بره تو لیست. یعنی اینو من به تنهایی تصمیم نگرفتم، که یه کمیته تصمیم گرفته که مثلا من بیام این کارو بکنم، نه اینجوری نبوده، کمیته اینو تصمیم. آقا ایلدروم رفت تو لیست، آقای چیزمون بیرون، حجتی. بعد ما گفتیم رضا سخندان که میخواد بیاد بیرون، حجتی رو جایگزین رضا سخندان میکنیم. این تصمیم کمیته داوران، تصمیم رئیس کمیته نبود، یه تصمیم بود که اون کمیته داوران که چند نفر بودیم این تصمیم رو گرفتیم. آقای چیزم مثل اون بود، آقای مومنی. آقای مومنی هم 34 سالش بود، اگه نمیرفت تو لیست دیگه نمیتونست بره تو لیست. ولی آقای امیر عرب براقی، حالا میگم 28 سالش بود، خب میگم که اون موقع هم که ما خودمون این آقای امیر عرب براقی رو کردیم تو لیست. خب چرا؟ برای اینکه اومدن گفتن آقا این 6 تا بازی داشته تو لیگ برتر، اون موقع 6 تا بود، در حالی که 5 تا بوده. بعد یک به ملیشو یک سال و خورده، و 3 سال میمونده بیرون، یک به ملیشو 3 سال نشده رفته تو لیست، توسط یه عده ساپورت شده، حالا هرچی بوده. بعد از این وقت این سنش اجازه میداد که بعد از اینکه این آقایون در میان بیرون، این آقا بره تو لیست. یعنی الان مثلا داور ما امسال میاد بیرون، سال بعد بیاد بیرون، این میره جایگزین اون میشه. نه این میسوزه نه اون در واقع میسوزه، در حالی که گفته بودن آقای عرب براقی. یعنی اونجوری ببینید، دپارتمان یه وظایفی داره، به ما بایستی گزارش کنه، گزارش درست بکنه و ما اونجا تصمیم بگیریم. این گزارش حالا درست بود غلط بود کاری نداره. بالاخره ایشون رفته بود تو لیست، میگفتن 3 سال، چون این جزو آکادمیه 3 ساله الیت میشه، الیت هم نشد، 3 سال هم گذشت الیت نشد. پس بنابراین ما یه کاری کردیم که نه این بسوزه، داور جوونی بوده، فلانی بوده، زحمت کشیده بوده، حقش هم بوده بره تو لیست، کمیته داوران تصمیم گرفته. ایشون اومده بود بیرون، حالا الان میتونه داخل بشه دوباره، یکی از این عزیزانی که 45 سالشون داره میشه یا 45 سالشون هست بره بیرون جایگزین کنن اگه نیاز باشه. اونم من نمیدونم، بستگی به داره که کمیته داوران کشور چه تصمیمی بگیره. ما نظرمون این بوده، نه خدای نکرده با کسی مشکل داریم، نه میخوایم حق یکی رو به حق یکی اسراف بکنیم. همونطوری که برای بچه تهران آقای ایلدروم انجام دادیم، برای ایشون انجام دادیم. و این شاید خیلی این قضیه رو ربط دادم به شاید جنجالی ترین تصمیم شما، بحث برانگیزترین تصمیم شما تو دوران ریاست کمیته داوران، که کنار گذاشتن آقای فغانی از لیست بود. اینم دلیلش رو میگید که چه اتفاقی افتاد و کامل شفاف سازیش میکنید؟ ببینید زمان، البته اینو که میگن زمان آقای اسوانیان مثلا آقای فغانی رو از لیست گذاشتن بیرون، همچین چیزی اصلا وجود نداره. اینا زایده ذهن خود این آقایونه.
که میخوان مثلا یه جورایی اونطوری که رفتارشون نشون میده ولی تو باطنشون همچین چیزی وجود نداره. ما اصلا آقای فقانی خود آقای نبی تو جریانه. حتی من گفتم با توجه به اینکه آقای فقانی از کشور ما رفته، دانیال مرادی که تو بخش دپارتمان داره کار میکنه بپرسه از AFC و فیفا استعلام بگیره که آیا با توجه به اینکه آقای فقانی اینجا قضاوت نمیکنه و توی ایران نیست، آیا میتونه مثلا جزو داورای ما باشه یا نباشه. ایشون هم رفتن گفتن اگر تو ایران قضاوت کرده باشه میتونه جزو لیست داورا بین‌المللی شما باشه. الان هم فیفا میگه، میگه داوری که تو کشورش قضاوت نکنه نمیتونه توی AFC و فیفا حضور داشته باشه. الان آقای فقانی میاد دو تا قضاوت میکنه، قضاوت کرده دیگه، میگن قضاوت کرده میذارن تو لیست، ولی اگه قضاوت نکنه خب نمیشه که جزو داورای ما حساب نمیشه. حالا بعضی موقع اینا میگن که نه، این برای اونایی هن که تازه وارد لیست میخوان بشن. خب تازه وارد لیست باید بشه که بیرون از کشور حضور نداره که. میخوام اینو بگم که ما بایستی ها، حضرت علی میگه، میفرماید البته، میگه آنچه را که به خود نمیپسندی به دیگران نپسند و آنچه را که به خود میپسندی به دیگران بپسند. من 45 سالم بود گفتن آقا اسمان از لیگ باید بین‌المللی بری بیرون، حسین عسکری بره بیرون، آقای جلال مرادی بره بیرون. حالا بعضی ها 45 سال نشده هم رفته، مثل حسن کامرانی فرق گفت مشکلی ایجاد شد توی معده شو نمیدونم چی به خاطر این گفت من سلامتی مو چه نباید است، خب رفته بیرون. به هر حال اینایی که هستن تو لیست داورای بین‌الملل للهی تصمیم فردی نبوده، تصمیم جمعی بوده که به این نتیجه رسیدن. یه ذره مثلا حالا اسم نبرید ولی جزئیات که چه بازیایی بوده، مثلا حالا داورا پول گرفته بودن یا هدیه ای چیزی گرفته بودن که نتیجه رو عوض کردن، یا حتی مثلا داور بهش پیشنهاد شده بهش هدیه هم داده اومده به شما کمیته داوران گزارش داده که آقا چنین اتفاقی رخ داده. من سایرین رو نمیخوام عرض کنم ولی در رابطه با خودم میخوام عرض کنم. ببینید من یه بازی تراکتور سازی نمیدونم با کجا بازی داشت، یه نفر از طرف باشگاهی یکی از این بازی تیما اومد تو زنجان توی هتل سپید بود فکر کنم، خدا بیامرزه دلم فوت شده، اومد گفت آقا اسپانیا من میخوام شما رو ببینم فلان. ما هم احترام میذاشتیم به ایشون، بالاخره آدم بزرگی بودن. من گفتم شما کجایی؟ این گفت من چیزم هتل سپیدم. گفتم باشه من میام. رفتم اونجا گفت چند تا بچه داری و فلان و به من که ازدواج کردی و فلان. من گفتم بله من 3 تا بچه دارم و مثلا یه دونه پسر دو تا دختر. گفت من یه هدیه آوردم که خدمت شما بدم بعد برم، بعد کمک کنید فلان کنید به من. گفتم دیگه صحبتی نداری؟ گفت نه. گفتم هدیه مال خود شما، بالاخره ما رفتیم. حالا ما رفتیم یه با اونم خداحافظی نکرده گفتیم ما رفتیم. آقا ما رفتیم اون بازی که تموم شد تیم ایشون باخت، حالا هرچی بود. بعد تو همین تیم که باخته بودن اومدن گفتن که اون رفته بود به اونا گفته بود دادم ها اینا رو به اسپانیا. ببین چقدر بلا نسبت چیم. اون اومد گفت که آقا اسمان اون یکی تیم بیشتر از ما داده بود. شما از این بعد بازی ها بعد بازی، یعنی این که ما دادیم اون حتما بیشتر از ما داده، یعنی اینم گرفتی اونم گرفتی. مثلا من گفتم به این که فکر کنم با اهواز بازی داشتن، نمیدونم دقیقا حضور ذهن ندارم، گفتم خدا حاکمه، خدا بالاخره تو الان نمیدونی، منم نمیتونم به تو بگم که چیه، ولی خدا آگاه و حاکمه و که این اتفاق افتاده یا نیفتاده. بعد ما اومدیم میگم میخوام بگم این اتفاقات افتاد. حتی من تو یه بازی تو تاجیکستان، خب اون موقع برای داور یه اتاق هتل یه اتاق میداده، من دیدم در زده شد، من در رو باز کردم یه نفر با کیف اومد نشست
اونا هم فارس هم دیگه صحبت کردیم فلان به من آقای اسپانیا خیلی خوش آمدید فلان به من ال بل فلان با قدما $10,000 آوردیم اینجا خدمت شما که برای کمک کنیم ما این بازی رو پیروز از میدون بیان بیرون. منو میگی و گفتم اینا دیگه کی هم با من تو شهر کشور غریب فلان من چی بگم به این؟ گفتم آقا من نمیتونم. خب آقا اسپانیا خیلی اومدن گفتن ما نمیدونیم نمیتونیم فلان به ما اینو بابا بگیر بذار ما فکرمون راحت بشه. گفتم آقا من نمیتونم این کار بکنم نمیفهمی چی به چی جوری بگم. گفت اینجا که کسی نیست. گفتم بله تو فکر میکنی کسی نیست پس تو اون خدا رو نمیبینه اون ما رو میبینه. من نمیتونم واقعا هم نمیتونم چون خودم بودم. بابا میگم ما بازی میکردیم تو محلات میباختیم گریه میکردیم چه برسه داور بیاد در حق ما اسراف هم بکنه. گفتم آقا من نمیتونم فلان بهمان پاشو جمع کن برو من نمیتونم این کارو بکنم. میگم این اتفاقات افتاده. حالا یه بازی رفت و ما یه بازی رو زدیم خارج از کشور مثلا اینا دوهیس باختن دوهیس تو اون کشور باختن بعد شاد بودن میگفتن خیلی هم خوشحال بودن دوهیس باخته بودن. من به یکی از کمک داورام گفتم چطور اینا شادن دوهیس باختن. گفت بابا برگشت اینا یه نمیبینید چند تا میخورن 7 تا خورده بودن. اصلا من گفتم میگفت من چون تو ارتباط بودیم من گفتم چجوری شما مثلا اینجوری 7 تا مثلا زدید بود. گفت داورای هند بودن اومدن اینجا ما دیدیمشون و فلان و اینجا. دوران 5-6 سالی که تو فدراسیون حضور داشتید چنین چیزی بود که حالا شفافیت مالی در کار نباشه یا یه جا مثلا پولشویی باشه مشکل مالی باشه اینو که به هر حال بایستی همین عزیزانی که بیشتر در ارتباط بودن بگن دیگه. ما بیشتر مسائل فنی رو مد نظر ما بود بعد خود حالا خزانه دار و خود آقای تاج اگر خدای نکرده مشکلی بود که الان تایید نمی‌شدن. طبیعیه که هیچ مشکلی نبوده. حالا یه صحبت‌هایی هست بالاخره میگن بعضی از متأسفانه نمایندگان مجلس که خودشونو بتونن مثلا تو عرصه جامعه به هر حال نشون بدن فلان بکنن هی میان میگن نمیدونم این چی شد اون پول نمیدونم این شد این پول. بابا من میگم مجلس نظارت بله کارشه درسته باید انجام بده ولی بالاخره اینا مملکت صاحب داره دیگه. بابا هر ارگانی بایستی به وظیفه خودش بزن. آقای نماینده مجلس آقای ایکس آقای لی شما حرفتو زدی چند بار باید بگی چند بار بیای تو تلویزیون بگی. بابا اینا را که تو میگی اونا میدونن تو اگه بگی به اونا میگن بسم الله یعنی همه رو میدونن. تو یه بار گفتی وظیفت انجام دادی به قول یارو امر به معروف نهی از منکر کرد. خب دیگه بذار خود این آقایونی که به هر حال وظیفه شون اولا که وظیفه بررسی نمیدونم فلان اینا به کمیته اخلاق فدراسیون برم کمیته انضباطی داره کمیته اخلاق داره باید به اینا رسیدگی بکنن. بعد نهایتاً اینا گزارشی میدن به حالا دادگستری میخوان بدن به هر ارگانی میخوان بدن بیان بررسی کنن نمیان بررسی میکنن. الحمدلله الان هم که آقای تاج به حال درست پرونده باز داره ولی قطعی است پرونده نداره و اومدن الان رئیس فدراسیون شدن. حتی تو خود منم همچین اتفاقی افتاد دیگه. ما یه تیم فوتبال لیگ 2 داشتیم اونم هبه شده از طرف چی بود؟ فدراسیون فوتبال به زنجان بود. اون موقع که من خودم تو هیئت رئیسه بودم پیشنهاد خودم بود گفتم به استانهایی که لیگ 2 یعنی لیگ 1 به بالا ندارن یعنی لیگ 2 به بالا ندارن 2 رو دارن اونایی که دارن چی و اونایی که ندارن شما لطف کنید مثلا به این استانها هبه کنید. مصوب شد به 10 تا استان لیگ 2 دادن. بعد از اینکه ما تو شورا بودیم این لیگ 2 رو هی چی می‌کردیم چجوری به ساپورت می‌کردیم فلان می‌کردیم بعد اینکه ما تو دیگه از شورا منفک شدیم آقا شروع کردن آقا لیگ 2 رو
چیکار میکنید چیکار نمیکنید. ماهی گفتیم آقا اسپانسر فلان، رفتیم پیش استاندار، فرماندار، امام جمعه، شورای شهر، شهردار، اینا گفتن دیگه آقا ما شهردار شورا گفته ما دیگه برای فوتبال هزینه نمیکنیم. ولی من زمانی تو شورا بودم با توجه به اینکه به هر حال اونجا بودیم سعی کردیم این تیم رو چندین سال داشته باشیم. به هر حال گفتن نه نمیشه، ما اسپانسر دیدیم نیست. هیئت رئیسه هیئت فوتبال اومد گفت که آقا اسپانسر این تیم رو واگذار کنیم، چون هیچکی نیست که اسپانسری نیست فلان اینه. گفتیم باشه، رفتیم از مجوز گرفتیم از فدراسیون فوتبال، از سازمان لیگ. برای خارج شدن از استان بایستی کمیسیون ماده 5 هم اجازه میداد دیگه، اداره کل ورزش و زبان هم اجازه داد، ما اینو واگذار کردیم. 410 میلیون ما این تیم و سال 94 واگذار کردیم. 150 میلیون دادن که تو حساب هیئت فوتبال بود، الانش هم هست. دو تا 130 میلیون یا 120 میلیون 130 میلیون دو تا 130 میلیون چک دادن این آقا، اون چک ها پاس نشد، پول نشد. ما به موقع برگشت دادیم، رفتیم وکیل گرفتیم و فلان و بهمان، حکم جلب آقا رو گرفتیم. دادگاه زنجان، دادگستری زنجان منو محکوم کرد، گفت 260 میلیون شما باید به هیئت فوتبال پول بدید. گفتم آقا من چرا بدم؟ گفتن که شما اهمال کردی. چه اهمالی کردیم؟ چک گرفتی ضمانت چرا نگرفتی؟ گفتم ما چه ضمانت، چک ضمانت هیچی. دادگاه بدوی ما رو محکوم کرد، تجدید نظر ما رو محکوم کرد. به خاطر همین داشتن این پرونده من نتونستم تو شورای شهر شرکت کنم، نتونستم توی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت کنم. رفتم دیوان، شکایت کردم به دیوان. بعد دو سال خورده نزدیک به سه سال من تبرئه شدم. از طرف چی؟ از طرف دیوان عالی کشور. این ظلمه ها، این ظلم نیست به یادم؟ من چه گناهی کرده بودم؟ آقا من خورده بودم، برده بودم، چیکار کرده بودم؟ همین باعث شد که من نتونم توی، حتی من یه نامه گرفتم از چیز دیوان عالی که نوشته بود اصفهانیان میتواند در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت نماید. گفتن آقا شما تا حکم قطعی بهتون ندن شما محکومی، شما رو دادگستری محکوم کرده، شما قطعیت پیدا کرده که شما محکومی. اگه پروندهتون باز بود بله اینا میتونستن بگن شما شرکت کنید، ولی تا شما تبرئه نشدید، حکم اینه که این قبلی ها رو کلم یکون تلقی نکردن، شما همون نمیتونید شرکت کنید. میخوام بگم که با بعضی موقع ها هم سهلنکاری هایی که متاسفانه در دادگستری ها که در رابطه با ما انجام شد، بالاخره دیوان عالی ما رو تبرئه کرد، خب اینا اشتباه کرد. حالا به من میگفتن برو از این شکایت کن، از این گزات میتونی شکایت کن چون اشتباه رأی دادن. گفتم بابا من چیکار دارم دوباره برم چی بگم، برم شکایت کنم که چی بشه؟ اصلا اونا رو گیرم محکومم کردن دیگه. اون که ما اون نباید میشد شده دیگه، برای چی مثلا این اتفاقات بیفته؟ خواهش میکنم. سلامت داشتیم، اصلا دقیقا دو ساعت شد. حال دست شما در نکنه، زحمت کشیدید. انشالله که این برنامه ها باشه که به حال کمک کنه برای جامعه داوری ما.